درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان دیروز یه ویدیو گذاشتم در ارتباط با نماد وقدیر و در حال در ارتباط با این نماد مقداری صحبت کردیم. بعد توی فضای مجازی به مطلبی برخورد کردم که لازم میدونم حتما با شما عزیزان این را در میون بگذارم، به خاطر اینکه خب این هم میتونه یک خبر مهمی در ارتباط با وقدیر حالا از نظر بنیادی محسوب بشه و در هر حال عزیزانی که احتمال داره بر اساس اون ویدیوی ما میخوان تصمیم به خرید یا فروش وقدیر بکنن، این مطلب رو هم بایستی در کنارش تجزیه و تحلیل بکنن و حالا تحقیقات بیشتری رو خودشون انجام بدن. مطلب برمیگرده به مدیر عامل هلدینگ وقدیر، یعنی آقای مهدی عبوری، که ایشون 13 شهریور ماه به اصطلاح به مدیریت وقدیر منصوب شده و میبینید که اینم مراسم حالا معارفش هست که حالا صحبت کرده و این هولدینگ خب یکی از بزرگترین هولدینگ های کشور محسوب میشه که دیروز در این ارتباط هم صحبت کردیم. حالا موضوع چی هستش؟ موضوع این هستش که توی شبکه های مجازی خیلی از افراد از جمله خانم سبا آذرپیک به اصطلاح صلاحیت آقای مهدی عبوری پرداختند و حالا من واقعتش صحت یا عدم صحت این مطلب رو نمیدونم، فقط وظیفه دونستم که چون بررسی کردم این نماد را حتما این مطلب رو هم خدمت عزیزان عرض کنم. گویا ایشون وقتی که آزمون تایید صلاحیت مدیر عاملی بورسی رو داده نمرش صفر شده و رد شده. بعد آقای مخبر رفته به بورس نامه زده که یه بار دیگه ازش امتحان بگیرید، یعنی ایشون نمیشه مدرسه است رد بشه، سوال رو بهش بدید دوباره امتحان بگیرید. و حالا واقعیتش من نمیدونم این چه اتفاقیه که افتاده نیفتاده. در ارتباط با نامه آقای مخبرم من اطلاعی ندارم، خودتون بررسی بکنین موضوع رو. این چیزیه که نقل قولیه که من بهش برخورد کردم و چون باز یه تحقیقی کردم چند جای دیگه هم همچین چیز مشابهی رو دیدم، اومدم این قضیه رو با شما مطرح کنم. ایشون گویا شهردار سابق ساری هم بوده که با پرونده تخلفات از اونجا یه جورایی برکنار شده و حالا دیگه اینم کامنت هایی که بعضی هم دیگه بالاخره فکاهی کردن تو امتحان دومش نشن نام و نام خانوادگی 1975 نمره داره که بالاخره ایشون قبول بشه. و در هر حال این یک موردی بود که حالا با نمیخوایم بر بحث سیاسیش هم بشیم، مجددا دوباره ایشون اینجا به این قضیه پرداخته که ایشون تو نمره آزمون بورسیش که نمره صفر شده اومده گفته که من کرونا گرفتم حافظم رفته و حالا ایشون بدون صلاحیت ریاست هفت هلدینگ مهم کشور رو بر عهده داره. شخصی که متولد 1360 هستش، در 30 سالگی دوره احمدی نژاد میگن که شهردار بشه، دوره روحانی میره وزارت راه. در هر حال نمیدونم واقعا اگر که این موارد وجود داره ایشون چجوری داره این راه را طریق را به نوعی میپیماید و درجات را میاد بالا. در حال این مورد را اضافه بکنید به اون ویدیویی که گذاشتیم و خودتون یه تحقیق بیشتری بکنید، چون که من واقعیتش نمیتونم الان اظهار نظری بکنم راجع این قضیه. ولی واقعا اگر که مثلا این کار بالا بگیره و فضای مجازی خیلی فشار بیاره به این شخص، حالا تغییر و تحولاتی بخواد انجام بگیره یا اتفاقات دیگری بیفته، این میتونه که تاثیرگذار روی سهمم بشه در آینده. ممنونم، منتظر نظراتتونم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.